بیشتر بررسیش میکنیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. این فیلد هدر یک مقدار موقتی اشتراکی بین کاربر و سرور رو برای مدیریت نشست ذخیره میکنه. خب اگه من بخوام کوکی رو بیشتر توضیح بدم، بایستی در خصوص سشن آیدی هم صحبت بکنم. کوکی در واقع یک فیلدی از هدر هستش که تو این فیلد شما مدیریت نشست میکنید. زمانی که شما به عنوان کلاینت درخواستی به سمت یک سرور میدین، این درخواست شما زمانی که ارسال میشه توی کوکی، یه مقداری به عنوان کوکی برای کلاینت ارسال میشه، که حالا کوکی ها هم دو دسته هستن. کوکی های به صورت دائمی داریم که روی هاست، روی کلاینت، روی هاردش میشینن، و به صورت نان پرمننت یا در واقع به صورت دائم داریم که روی حافظه قرار میگیرن برای امنیت بیشتر، که حالا جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. ریفرر یا ارجاع. اگر شما درخواستی رو که دارید به سمت یک سایت ارسال میکنید، مثلا به عنوان مثال شما یک لینکی رو توی یک وبسایتی میبینید، روی اون لینک کلیک میکنید، اون لینک شما رو میبره به یک دامنه یک سایت دیگه. تو ریفرر مشخص میشه که شما دارید از چه وبسایتی وارد این وبسایت میشید، یعنی اون وبسایتی که لینک توش قرار گرفته رو توی قسمت ریفرر مشخص میکنه. یه اکسپتد انکودینگ هم وجود داره. برای بحث‌های فشرده سازی اطلاعات یه سری پروتکل وجود داره، بحث مرورگرها مثل دیفلیت و جیزیپ که رایج‌ترین این الگوهای فشرده سازی هستن برای اینکه اطلاعات فشرده سازی بشن و این اطلاعات ارسال بشن به سمت سرور. از این پروتکل‌ها استفاده میشه که اینجا تو این فیلد این اطلاعات مشخص میشه. خب بیایم جلوتر یه خورده بیشتر در خصوص کوکی صحبت بکنیم. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما اینجا بعد از اینکه این مبحث به پایان رسید، بحث‌های عملیش رو هم مطرح می‌کنیم. کوکی یک بسته اطلاعات فرستاده شده توسط سرور برای ذخیره در مرورگر تا بعداً بتواند از طریق آن مرورگر دوباره خوانده شود. همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، یک شناسه نشست سرور ایجاد می‌کنه، برای کلاینت توسط کوکی می‌فرسته، تو درخواست‌های بعدی که کلاینت ارسال می‌کنه مقدار کوکیش هم می‌فرسته که توی کوکی معمولاً اون شناسه نشست قرار داره. این کوکی چه چیزی رو حل می‌کنه؟ کوکی اون بحث استیتلس بودن پروتکل HTTP رو حل می‌کنه. استیتلس بودن پروتکل HTTP باعث می‌شد که سرور نتونه یک هیستوری از یا تاریخچه از درخواست‌هایی که قبلاً بهش اومدن رو داشته باشه و بررسی بکنه. اما اینجا به وسیله کوکی بر اساس اون شناسه آیدی که ارسال میشه، سرور میتونه متوجه بشه که درخواست جدیدی که اومده مربوط به کدوم کاربره و دیگه نیاز نباشه مجدد یک ارتباط جدید ایجاد بشه. همونجوری که اینجا مشاهده میکنی، توی فیلی به نام ست کوکی سرور میاد چیکار میکنه؟ میاد اطلاعاتی رو برای اون کلاینت ارسال میکنه، دومین رو مشخص میکنه، تاریخ انقضای کوکی رو هم اینجا مشخص میکنه که این کوکی چه زمانی منقضی میشه و کاربر بعد از اون دیگه به عنوان کاربر جدید در نظر گرفته میشه، یعنی برای درخواستش مجدد یه مقدار جدید کوکی ممکنه برای ست بشه. مدیریت جلسه. مدیریت جلسه یعنی اینکه شما بیاید اون استیتلس بودن پروتکل HTTP رو حل بکنید، فرایندی که سرور وضعیت یک موجودیت که در تعامل هست با اون رو بتونه حفظ بکنه، همون بحثی که خدمتتون عرض کردم. چجوری مدیریت جلسه انجام میشه؟ به وسیله شناسه نشست یا سشن آیدی، که حالا یه رقم میتونه یک توکن نشست یا اعتبارنامه احراز هویت ما بهش در نظر بگیریم و اون رو به عنوان یک وسیله برای احراز هویت کاربرا میتونیم استفاده بکنیم و کنترل بکنیم دسترسی کاربر رو به یک وبسایت. سشن آیدی یه مقداری هستش که حالا توی تکنولوژی های جدید سشن آیدی کاملا بحث هش شدنش، کاملا بحث رمز شدنش، اینا همه رعایت میشه که اگر احیانا، چون بالاخره یه بحث ما داریم که به نام سشن های جکینگ یا دزدیدن سشن که جلوتر در خصوصش بیشتر صحبت میکنیم، چجوری بتونیم همین بحث سشن آیدی رو سکیورتر بکنیم، امن‌ترش بکنیم که در برابر حملات سشن های جکینگ مقاوم باشه. به عنوان یه مبحث دیگه بحث کلاینت و پروکسی ها رو مطرح میکنیم، یا پروکسی های سمت کلاینت. ببینید زمانی که شما یک درخواستی به سمت وب سرور ارسال میکنید، این درخواست قطعا میره به سمت وب سرور، از طریق مرورگر شما ارسال میشه به سمت وب سرور میره و یک پاسخی داده میشه. یه سری فیلد هایی توی هدر ریکوست هستن درخواست شما هستن، یه سری فیلد هایی توی بدنه درخواست شما هستن. زمانی که شما با مرورگر کلیک میکنید و درخواست میدین، شما فیلد ها رو نمیتونید ببینید. اینجا میتونید از یک پروکسی سمت کلاینت استفاده بکنید.
پروکسی سمت کلاینت چیکار میکنه؟ درخواست شما رو از مرورگر میگیره که معمولا رو همون ماشین کلاینت نصب میشه، مثلا رو همون سیستمی که شما دارید باش کار میکنید و به عنوان کلاینت مرورگرتون نصب شده کار میکنه. نصب میکنید یک پروکسی رو، به معنی که شما روی یک آدرس URL مثلا تایپ میکنید google.com، اینتر میکنید.